انشاالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم سلوات سرداری بفرستید اللهم محمد و آل محمد و فرج بحثی که گذشت در فصل سوم از مباحث آیات 47 تا 48 سوره بقره بحث شفاعت فصل سومش فی من تجر شفاعه بود که گذشت که این شفاعت شامل حال کسانی می شود که با عمل خودشون امکان دخول در بهشت رو پیدا نکردند هرچند در نظام اعتقادی رابطهشون محفوظ بود اما در نظام عمل نتوانسته بودند لذا اهل کبائر از امت رو شامل می شود. در ابتدای کلام شفاعت عرض کرده بودیم خدمت دوستان که بحث شفاعت اعم از بحث نجات از نار است منتها محل نزاع سلام نکنت الله سلام الله محل نزاع عمدتا در بحث نجات از نار است و الا بحث شفاعت در بحث مراتب قرب هم همین مسئله به باقی است لذا کسانی که در بهشت وارد میشوند به شفاعت حضرات معصومین و انبیای ازام و اولیاء کرام و مؤمنین و شهدا شهدا البته اعم از شهید در مقتول در شهید شاهدان اعمال اینها به شفاعت اینها مراتبشون بالاتر در حقیقت میرود به شفاعت اینها و اون رابطه ای رو که برقرار کرده بودن امکان قرب بعد قرب براشون محقق می شود. که اینها همه چی هستش بحثش هست. اما منتها شفاعتی که متنازع فیه و معمولا بحث درش میشه و معمولا در حقیقت مورد مناقشه و نقض و ابرامه شفاعت نسبت به کسانی است که وارد در نار میخوان بشن یا شدن و نجات از نار یا نجات از دخول در نار این بحث در اینجا مطرح میشه لذا اگر میبینید اون لبه تیز بحث شفاعت و اشکالات شفاعت عمدتا به این منصرفه نه به لحاظ این است که شفاعت فقط این است بلکه به لحاظ این است که در این مسئله نقض و ابرام خیلی شده خیلی در حقیقت اشکال شده که این اگر جهنمیه چطور نجات پیدا میکنه و اگر میخواد وارد جهنم بشود یا شده است چطور امکان نجات براش فراهم است اگر به حساب الهی به جهنم باید داخل شود به شفاعت چگونه ممکنه نجات پیدا کنه آیا شفاعت تداخلی با حساب پیدا میکنه که این بحثش در حقیقت شفاعت گذشت که شفاعت در فصل اول که از باب چی هست شفاعت حقیقتش از باب حکومت اگر یادتون باشه از باب حکومت و قلبه سببی بر سببی اسمی بر اسمی است اگر یادتون باشه تخصصا از تحت اسم در حقیقت معاقب خارج میشه نه این که تخصیصاً اگر تخصیصا بود این باعث می شد که اسمی از خلاصه تأثیر بیفته و این در نظام الهی راه ندارد دقت میکنید این بحثاش گذشت پس تو این بحثی هم که فی من تجر الشفاعه در اینجا ایشون رسوند به اون جایی که شفاعت نسبت به اهل کبائر از امت در این محل نزاع وارد میشود که اهل کبائر اگر شفاعت نبود ورودشون به نار یا نجاتشون از نار امکان نداشت ورودشون به نار امکان پذیر بود و نجاتشون از نار امکان پذیر نبود اینها اگر شفاعت نبود چون عمل اونها کبیره ای بوده که در مواقف در مواقف حساب با نظام تطهیری مواقف تطهیر نشده در برزخ با نظام تطهیری برزخ تطهیر نشده در موقع در حقیقت نزع روح در موقع جان کندن و احتضار تطهیر نشدن در دنیا با بلاعب و مصائب این کبیره یا این کبائر تطهیر نشده با اینکه این نظام تطهیری رو خدا قرار داده بوده و تو تمام این نظام های تطهیری برای این امکان داشت این از او جدا بشه اما این کبیره اینقدر قوی بوده که تو تمام اینها باقی مونده حتی جوری نشده که به او توبه بعد از این کبیره ملحق بشه بعد از این کبیره عمل صالحی که انجام داده عمل صالحش بردارنده این در حقیقت این کبیره را از وجودش جدا بکنه اونم نبوده تمام این نظاماتی رو که خدا در دنیا و برزخ و عواقب قیامت و به صلاح قیامت عقبات قیامت چیده بوده هیچ کدام از اینها نظام تطهیری و در وجود این ایجاد نکرده و این کبیره باقی مونده اینجا این کبیره سبب دخول در نار می شده به سبب طریق عادی اما شفاعت میاد زم در حقیقت سبب الا سبب میشه تا این رو از تحت این اسم معاقب خارج بکنه و تحت اسم القفور قرار بده دقت میکنید این شفاعت این زمیم است و این شفاعت هم سنخیت میخواد سنخیتش هم اون بحث این بود که ایمان باید محفوظ باشد و الا اگر این کبیره اصل ایمان رو در وجود این زائل کرده بود اصل ایمان رو از بین برده بود امکان زمین شفاعت دیگه نبود درسته؟ پس اونجایی که میفرماید برای اینها شفی و حمیمی نیست اونجایی است که اصل اون چیزی که سنخیت شفاعت رو ایجاد میکنه از دست رفته نظام ایمان اون جایی که میفرماید مجرم اما این مجرم شفی میتواند داشته باشد اون جایی که نظام ایمان باقیه اما اون مجرمی که علاوه بر جرمش نظام ایمانیش هم ساقط شده باشه اونجا دیگه امکان شفاعت نیست امکان شفاعت کیا به این برده خودش تفوید کرده ممکنه عمل ناسالح داشته اما عمل ناساله منجر به چی شده؟ منجر به زوال ایمان شده و اگر عمل ناساله منجر به زوال ایمان بشه دیگه اونجا باب شفاعت نسبت به این بسته میشه همچنان که باب نظام تطهیری در قیامت باب نظام تطهیری در برزخ باب نظام تطهیری در احتزار باب نظام تطهیری در خلاصه مشکلات دنیا برای او بسته میشه یعنی اگر ایمان زائل شد نظام تطهیری کارگر نیست اثرگذار نیست همچنان که شفاعت هم اثرگذار نیست اما اگر باب ایمان بسته نشد هر چند کبائر سنگینی در کار بود دقت میکنید اگر باب ایمان بسته نشد معلوم نمیشه کدام عمل ما باب ایمان رو میبنده بر ما معلوم نمیشه لذا اگر کبیره محقق شد و باب ایمان مسدود نشده بود متزلزل نشده بود از بین نرفته بود امکان نظام تطهیری و امکان شفاعت برقراره یا این به واسطه نظام تطهیری در دنیا لحظه مرگ برزخ و مواقف قیامت این نظام تطهیر او رو تطهیر میکنه لذا ما کان علی المحسنین من دیگه اون شفاعت احتیاج نداره یا اینکه نه هیچ کدام از اینها او رو تطهیر نکردش اما با وجود ایمان امکان شفاعت برای او در وقتی که میخواد وارد در نار بشود یا حتی پس از ورود در نار تا این ناری که ورود پیدا کرده نار خالد نیست حالا این بحثش انشاءالله در جای خودش میاد که خروج از اون جنت و نار امکان پذیر نیست این نار خالد نیست امکان نجات از اون نار براش است این بحثی بود که گذشتی من تجرش شفاعه بحثش این بود اما من تقع منه شفاعه من تقع منو شفاعه از کی شفاعت واقع می شود ایشون فرماید که شفاعت بعضی از شفاعت ها تکوینی است قبلا هم چند بار این تذکر رو داده ایشون شفاعت تکوینی داریم و شفاعت تشریعی شفاعت تکوینی چی هستش ایشون میفرماید که همه اسباب کونیه وقتی که در حقیقت تاثیر میگذارند و با این تاثیرشون این رو تحت این اسم قرار میدن و نه تحت اسم دیگری این کل نظام سببیت در نظام وجود که خدای تاک تاکلا قرار داده این شفاعت تکوینیه است هر سببی که میاد مسبب خودش رو تحت این سبب قرار میده و از جمله اسباب دیگه و سببهای دیگه خارج میکنه این شفاعت تکوینیه است پس شفاعت تکوینیه به گستردگی نظام وجود گسترده است یعنی هر جا نظام وجود راه دارد هر جا نظام ایجاد راه دارد شفاعت تکوینی هم راه دارد یعنی اینکه این اسم داره تاثیر میگذاره و تأثیر گذاری این اسم یعنی سبقت این اسم بر اسماء دیگه سبقت این سبب بر سبب دیگه درسته و این یعنی شفاعت تکوینیه این شفاعت تکوینی است ایشون میفهم این شفاعت تکوینیه که همه اسباب وسائط بین خدا و بین اشیاء هستند درسته این شفاعت تکوینی است واسطه اما شفاعت تشریعی شفاعت تشریعی واسطه بودن بین خدا و در حقیقت این سببه اما این مسببه اما این مسبب در شفاعت تشریه چیه مسبب همه عالم وجوده نه چون شفاعت تشریع در عالم وجود که دیگه نیست شفاعت تشریع در جایی است که باب عمل در کاره لذا بین عمل اختیاری و خدای تبارک و تعالی که واسطه میشه شفاعت تشریعی است بین عمل اختیاری و چی و خدای تبارک و این اون چه که واسطه میشود شفاعت تشریعی است بعد ایشون میفرماید شفاعت تشریعی دو قسم پس شفاعت دو قسم شد به صورت کلی تکوینی و تشریعی درسته تکوینی رو ما میذاریم کنار فعلا کاری نداریم شفاعت تشریعی خودش دو قسم است یک شفاعتی که در دنیا محقق می شود. یک شفاعتی که در قیامت محقق می شود. این دو قسم میکنه دو قسم شفاعت یکی که در دنیا محقق میشه حالا ملحق کنید برزخ رو به دنیا اونم ابی نداره شفاعتی که در دنیا محقق می شود است که هنوز باب عمل مفتوحه شفاعت در دنیا جاییست که هنوز باب عمل مفتوحه لذا می فرماید که این شفاعتی که باب عمل در حقیقت در دنیا مفتوحه می تواند از جمله اینها چی باشد از جمله این شفاعت ها میشمره ایشون از جمله این شفاعت ها توبه است از جمله این شفاعت ها ایمان است که وقتی ایمان میاره این خودش آمنو به رسوله یقفل لکم زنوبکم اگر ایمان آوردید زنوبتون چی میشه؟ آمرزیده میشه که ایمان سبب آمرزش میشود توبه سبب آمرزش میشود عمل صالح هست هر عمل صالح که هر عمل صالح سبب آمرزش میشود میفرماید که قرآن است که اگر کسی تبعیت از قرآن کرد این در حقیقت به راه مستقیم راه پیدا میکند هر چیزی است که به عمل صالح مرتبط میشه مثل زمانها مکانها همین ازمنه و امکنه شفاعت دارن در نظام دنیا دقت انسان میره توی مسجدی نماز میخونه اون مسجد برای او شفاعت میکند دیدید که داره در رو... اون مکانی که نماز می... لذا داره انسان خوبه که مسلا داشته باشه جایی برای نماز اما خوب است که نمازهای واجبش رو متفرقا بخواند در جاهای مختلف هر کدام شفاعتی دارند در عینی که مسلایی دارد در روایت وارد شده و همچنین میفرماید باز انبیا و رسول در دنیا جزو شفیعانن در دنیا چون در دنیا وقتی کسی میره پیش اینها به استغفار انبیا و رسول نسبت به اونها شفاعت محقق میشه میفرماد ملائکه در دنیا جزو شافعینند چرا با استغفارشون برای مؤمنین شفاعت میکنن برای مؤمنین در دنیا مؤمنی که زنده است انبیا برای او استغفار میکنن این شفاعت ملائکه است در دنیا همچنین مؤمنون خودشون نسبت به همدیگه به استغفار هم در حقیقت نسبت به همدیگه اینها چی هستن شفیع نسبت به همدیگه هستن در دنیا پس شفاعت در دنیا هشت قسمش رو ایشون اینجا بیان کرد منحصر به این هشت قسم نیست اما اینا رؤوس در حقیقت شافعان در دنیا هستن رؤوس شافعین در که بعضیشون خودشون چندین قسم زیر شون بود مثل ازمنه امکنه خودشون در حقیقت یه باب وسیعی است که زمانها و مکانها شفیان در دنیا هستن پس قسمت اول این شد که شفاعت تکوینی داریم و تشریعی شفاعت تکوینی رو فقط توضیح ابتدایی دادیم ازش عبور کردیم در شفاعت تشریعیه عرض کردیم که شفاعت تشریعیه گاهی برمیگرده به شفاعت در دنیا درسته گاهی برمیگرده به شفاعت در قیامت اون شفاعتی که در دنیا بود بابش رو عرض کردیم هشت قسم از شفیعان در دنیا رو عرض کردیم که اینها شفیع در دنیا هستن اگر بخوایم تند بشوریم توبه ایمان عمل صالح، هر عمل صالح قرآن هر چیزی که به عمل صالح برمیگرده مثل زمانها مکانها انبیا و رسول ملائکه و مؤمنون این هشت قسم چی بودن؟ شفیعان در دنیا بودن اما شفیع در قیامت اون هم چی هستش؟ اون هم در حقیقت باب مخصوص خودش رو داره که شفیع در قیامت اون هم چهار قسم میشن که شفیعان در قیامت چهار قسم بیشتر نیستن البته این حصر عقلی نیست امکان در حقیقت غیر از این هم هست اما این چهار قسمی که در قرآن ذکر شده در قیامت از جمله اونهاست انبیا در قیامت انبیا که میگیم به زمیمه اوسیا و اولیا به عنوان شاخص میگیم انبیا قسمت دوم ملائکه که در تصریح شده در اینکه اینا در قیامت شافعن حالا آیاتش هم ایشون اوورده کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعت هم شیعن الا من بعد ان یعزن الله لمن یشا که ملک شفاعت داره در قیامت از شهدا شهدا شاهدان اعمالن یعنی اونهایی که در دنیا تحمل شهادت کرده بودن نسبت به عمل فرد درسته اونجا میتونن شفیع در قیامت باشن که اینها شما شاهد در دنیایید و شفیع در آخرت زیارت جامعه و همچنین مؤمنین در قیامت این چهار دسته جزو شفیان هستند در قیامت در دنیا اون هشت قسم بودن در قیامت این چهار قسم هستند ایشون اینا رو میشوره عرض کردم البته حصر عقلی نیست که غیر از این نباشد بعد برای هر کدوم هم آیاتی رو ذکر میکنه حالا نمیدونم این خلاصه فصل چهارم بود بخونیم یا دیگه همینجور کفایت میکنه و دوستان متلعه شدن چیکار کنیم؟ بله؟ رد چی؟ خب الحمدلله در قسم فصل پنجم ایشون میفرماید که در فصل پنجم به مازات به شرطی که شما بخونید خودتونا اینجوری نباشه که خلاصه الان ن... چون آیاتی که ذکر میکنه زیر هر عنوانی ما دیگه آیاتش رو نخوندیم دلالت اون آیه بر این قسم خودش چی هستش؟ خود این دلالت برای انسان توجه و مراقبه میاره چون این به خاطر اینکه این رو انسان ایجاد بکنه در دنیا و آخرت باید با مراقبه این رو ایجاد کنه با توجه ایجاد کنه ما بحث نظری که نمیخوایم فقط بکنیم که بگیم خب هشت قسم در دنیا است چهار قسم... میخوایم این هشت قسم در دنیا تحصیل کنیم ب... ب... به دست بیاریم و اون چهار قسم رو میخوایم راهش رو پیدا بکنیم آیاتی که ایشون ذکر میکنه زیل آیات دلالت بر این مسئله هم دارد که ایجاد مراقبه بکنه برای انسان لذا دوستان حتما فصل رو بخونن در فصل پنجم که میفرماید که به مازا تتعلق و شفاعت باز ایشون شروع میکنه که شفاعت یه قسم تکوینی دارد که به هر سبب تکوینی در عالم اسباب شامل می شود یه قسم تشریعی دارد که این تشریعی متعلق است به ثواب و اقاب قسم تشریعی قسم تشریعی که متعلق است به ثواب و اقاب دو قسمت اصلی دارد که مورد نزاعه یکی این که ما یتعلق به اقاب کل زنبه هر گناهی رو شامل میشه که این اقابی که مربوط به هر زنبه چطور شفاعت در اقاب هر زنبی اثر دارد یه قسمش این است که یتعلق به طبعات بعض از به بعض زنوب در حقیقت چی هستش؟ اثر دارد و به بعض زنوب اثر ندارد این رو ایشون تو اینجا حالا چون این چند خطه این چند خط بذارید بخونیم قد عرفت ان الشفاء منها تکوینیه تتعلق به کل سبب تکوینی فی عالم الاسباب و منها شفاعت تشریعیه متعلق متعلقه به ثواب و العقاب فمنها ما يتعلق و به كل کل ذنب ما, ما يتعلق به عقاب کل ذنب از ما يتعلق به عقاب کل ذنب از شرک دونه. که شفاعت توبه و ایمان قبل یوم القیامه که شفاعت توبه و ایمان قبل یوم القیامه همه گناهان رو شامل میشه هیچ استثنا ندارد پس توبه و ایمان شامل چی میشن؟ همه در حقیقت گناه کل در حقیقت زن رو شامل میشن اما بعضی از شفاعت ها که در فصل قبل بیان کرد انواع و اقسامش رو در دنیا و آخرت نه اینها هیتشون اینجور نیستش که به گستردگی توبه و ایمان باشه بلکه محدودیت دارند بعضی از زن ها رو شامل میشن لذا مثل در حقیقت انسان میفرن فدر او در حقیقت بالحسنات از سیعات با حسنات سیعات رو از خودتون دور کنید و اونها رو در حقیقت جدا کنید اینجا با حسنات آیا میشه همه سیعات رو دور کرد؟ نه همه سیئات با حسنه دور نمیشه بعضی از اعمال سیئه به واسطه حسنات دور میشن اما همه حسنات همه سیئات اینجوری نیستن شرک با اینکه کسی عمل صالح انجام بده دور نمیشه اگر کسی مشرک باشه با اینکه عمل صالح انجام بده شرک دور نمیشه اما با توبه از شرک آیا شرک برداشته میشد؟ با ایمان شرک برداشته میشد بله شرک هم برداشته میشد درسته پس بعضی از شفیان بعضی از شفاعت ها مختص هیتش به یه محدوده خاصی است هیته دارد اما بعضی از شفاعت ها هیتش به وسعت تمام اعمال انسانه همه رو شامل میشه اینجا میخواد تو این فصل مختصر این رو بگه که همه شفیان و همه شفاعت ها در یه حد نیستند تفاوت دارن البته ممکنه بعضی نفوذشون و سرعت تأثیرشون چی باشه؟ بیشتر باشه هرچند هیتشون کوچکتر باشه محدودتر باشن اما در حقیقت سرعت اثرشون بیشتر باشه اینم به واسطه تأثیری است که خدا قرار داده اینجور نیستش که از خودشون چیزی داشته باشن گاهی میبینید مثلا کسی میره حرم امام رضا علیه السلام اونجا از حضرت مثلا چیزی رو طلب میکنه بعد مثلا اونجا به او به طوری میفهمانند که مثلا برو حضرت معصومه سلام الله علیها او رو بگی این دلیل بر این نیست که حضرت معصومه چی هستش افضل است از امام رضا علیه السلام که به واسطه این بخواد چی بشه بگیم که او نتوانست و حضرت معصومه توانست این شفاعت رو انجام بده و این اثر رو بگذاره نه این از باب این است که بعضی از در حقیقت مصادیق شفعا و شافعین در تأثیر گذاری در حال این شفی در حال این شفی نسبت به این شفی مؤثرترند با خصوصیات این شفی و در آینده این شفی تأثیرات بیشتری میتونن بگذارند یعنی اگر این هز از حضرت معصومه سلام الله علیه این حرف رو گرفت یک باب هدایتی ویژه‌ای باز میشه براش در این اثر این مسئله که این لطف ویژه است برای او بعدها هم تاثیرات علاهده براش دارد که اگر کسی حضرت معصومه را قبول،, قبول, کرد و نسبت به او در حقیقت رابطش قوی شد قطعا و قهرن نسبت به امام رضا علیه السلام هم چی هستش؟ چون خود حضرت معصوم سلام الله علیها بابی از ابواب امام رضا علیه السلام دیگه از اینها در قبال هم نمیشن اگر یه شفیعی محدودش کمتر شد دلیل بر این نیستش که سرعت اثر هم نداشته باشد و اگر سرعت اثر داشت دلیل بر این نمیشه که افضل از بقیه باشد دقت میکنید اینا همه چی هستش اینا همه برگشت میکنه به حال مشفوع له که برای او محدوده او کدام که از اینها چی هستن مؤثرترن به لحاظ قابلیت او لذا حکم نکنیم در اینجاها یه حکم کلی که نتونیم از پس تحلیل درستش بر بیایم بعد میفرماد که و من هم ما یتعلق به طبعات بعض زنو که بعض الاعمال صالحه و اما شفاعه المتنازع فيها وهي الانبیا و وغيرهم يوم القيامه لرفع العقاب ممن استحقه بالحساب میگه اون شفاعت متنازع فیها شفاعت انبیاء و غیر اون دو قسمو بیان کرد اینجا میگه اما اون شفاعتی که تنازع درشه کدام شفاعته شفاعت انبیاء و غیر انبیاس اون چهار قسمی که عرض کردیم در روز قیامت برای رفع عقاب ممن استحقه بالحساب یعنی عقابی که استحقاق پیدا کرده بود این عقاب رو به واسطه حسابرسی عملش به واسطه حسابرسی عملش استحقاق چی پیدا کرده بود استحقاق عقاب را ایشون میفرماید در اینجا اون شفاعت ها می توانند این رو داخل بکنن تحت اسم دیگری و تحت اسم اق... معاقب قرار نگیرد دقت میکنید تحت اسم معاقب قرار نگیرد استحقاق پیدا کرد که تحت اسم معاقب قرار بگیره اما هنوز تحت اسم معاقب قرار نگرفته یا اگر تحت اسم معاقب قرار گرفته این از ابتدا معلوم بوده که شفاعت برش محقق می شده این استحقاق عقاب و دخول در نار هم برای مدتی بوده که این شفاعت زمیمه بشه و این با چشیدن بعض طبعات اقابش وارد در حقیقت بهش بشه اینم از اول چی بوده؟ ملحوظ بوده نه اینکه وارد شد و اقاب ابدی میخواست شامل حالش بشه یه چیزی اومد او رو از تحت اقاب ابدی خارجش کرد بعد از اینکه وارد شده بود که بشه تخصیص دقت میکنید همون معنای اول رو در اینجا دائما حفظ بکنید که این تخصصه نه تخصیص فقد عرفت فی الامر الثالث ان متعلقه ها اهل المعاص الكبیره مما یدین و, ب... و دین الحق اینها دین حق رو دارند اصل اعتقاد رو دارند و تزل الله دین و دینشون رو قبول کرده پسندیده اما اعمالشون رو نپسندیده هرچند از اهل کبائر بودن لذا استحقاق شفاعت رو پیدا میکنن در فصل ششو میشون میفرون متا تنفع و شفاعت. چه موقع شفاعت ناف میده این بحث مهمیه ما دیدیم که در لحظه احتزار روایات متعدد دارد که حضرات معصومین در بالین انسان در لحظه احتضار حاضر میشن و روایات متعدد است که از امیر مؤمنان از بزرگوارهای دیگه به خصوص از امیر مؤمنان دو یا سه روایت خیلی معروف همون خطاب به حارس همدانی که یا هارو همدان که شعرم شده من یموت یرنی درسته من مؤمنن او منافق قبلا هر کسی از مؤمن و منافق در حقیقت بخواد لحظه مرگش من رو خواهد دید و ما رو خواهد دید این درسته دیدن حضرات در لحظه موت و احتضار و بعد امر حضرات به در حقیقت مرافقه به ملک الموت که با رفق او را روحش رو از بدن جدا بکن آیا این شفاعته؟ در حالی که به ما فرمودن که شفاعت در قبل از قیامت نیست لذا مراقب اعمالتون باشید در برزخ وقتی که موقع سوال و جواب قبره روایات متعدد دارد که هزارات بر بالین انسان حاضرند و اونجا امر میکنن به ملائکه و تصدید میکنن مؤمن رو در جواب تصدید میکنن یعنی وقتی داره جواب میده او رو تلقین میکنن کمک میکنن تصدید میکنن تا جواب صحیح بده و وقتی که ملک در ملک, مو، موکل سؤال اون ملک, ملک موکل سوال میبینن اون ملائکه موکل سوال میبینن که هزارات بر در حقیقت بر او حضور دارند پیش او هستند اونها میگن خوشا به حال تو تو از سوال نجات پیدا کردی الا ماشاءالله روایاتی که در باب سواله یا بعد از سوال در طبعاتی که در برزخ میبینه داره که بعضی از افراد با اینکه دارن عقاب میبینن در برزخ اما مشاهدات دارن نسبت به حضرات معصومین گاه گاهی حضرات رو میبینن این دیدنها چه معنا پیدا میکنه که تخفیف در عذاب پیدا میکنن که در حقیقت امر به رفق و مدارا میشه نسبت به اونها نسبت به ملک الموت و همچنین تسهیل میشه حالت احتظارشون دقت میکنید همه اینها که هستش آیا اینها عنوان شفاعت داره با اون روایاتی که میفرماید در قبل از قیامت شفاعت ما نیست چه نسبتی پیدا میکنه درسته این جوابش رو در این فصل میگه من میتونم یه نکته بگم اما به خاطر که حواستون رو جمع تر بکنید فصل رو میخونیم که دوستان هم با توجه فصل رو گوش کنن متا تنفع الشفاعه و, و نعنی بها به ایزن الشفاعت الرافعه للعقاب این دائما تکرار میکنه به خاطر اینکه مقصود از شفاعت رو برسونه که عام و تامه اما اون شفاعتی که اختصاص پیدا کرده تو ذهنها و متنازع اون فی هستش چی هستش شفاعتی است که رافع قابه این رو داره میگه و نعنی به به شفاعت ایزن از شفاعت و علل و لذی یدلو علیه قوله سبحانه کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین که این آیه رو قبلا داشتیم فی جنات یتسائلون عن المجرمین ما سلككم في فی سقر فل آیات کمامر دالتون علی توصیف من تناله شفاعت و من چی؟ یحرم منها کی؟ محروم از شفاعته؟ کی چی هستش؟ شفاعت شامل حالش میشه اون آیه که مفصل فکر کنم همین جا بود دیگه خوندیم دیگه این آیه رو درسته؟ همین مصلی که کن فیسق قال لم نکون المسلمین ولم نکون اطعم المسکین همینجا بود دیگه مفصل گفته شد غیر انها تدل الا ان الشفاعه انما تنفع فی الفک عن هاذه الرهانه والاقامه والخلود فی سجن النار شفاعت رو میگه دلالت داشت بر اینکه شفاعت فک از رهان است که کل نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب یمین درست الا اصحاب یمین چی هستن اینها اینها عمل ناصالح دارن اصحاب یمینی هستن که عمل ناصالح دارند، دارن ولیکن نفس اینها در رهن عملشون قرار گرفت اما فک رهن میشن اگر یادتون باشه فک رهن شدن یادتون هست یا نه بحثش رو کردیم نه اینکه اینها فک رهن ندارن یا اصحاب یمینی که اصلا گناهی تو وجودشون نیست اونها در حقیقت اصلا رهین نبودن که بخوان شفاعت بخوان دقت میکنید ما علی من سبیل اما اصحاب یمینی بودن که اعمال ناساله هم داشتن و این اعمال ناسالهشون رهینه در حقیقت عملشون شده بودن در گروی عملشون بودن در گرو هم گفتیم همیشه کل نفس به ما کسبت رهینه اعمال صالح رو شامل نمیشه ها چون گرو بودن یعنی در حقیقت بدهکار بدهکار در جایی است که انسان عمل غیرمرزی انجام داده باشه دقت میکنید این کل و نفسن به ما کسبت رهینه میفرماید که مربوط به رهن فک رهنه و فک رهن نسبت به اصحاب یمینی که اینها اعتقاد صالح داشتن اما اعمال ناصالح داشتن اینا در میان با شفاعت انما تنفع شفاعت فی الفک ان هاذه الرهانه والاقامه والخلود فی سجن النار اینم تعبیر بلندیه اقامت در نار پیدا نمی کنن. خلود در سجن نار پیدا نمی اینها اما ممکنه دخول در نار پیدا بکنن پس فکرن گاهی به این است که اصلا داخل در نار نمیشه بعد الحساب گاهی به این است که داخل در نار میشه از نار نجات پیدا میکنه ولی از ابتدا قرار نبود خودش نمیدونست اما از ابتدا قرار نبود که دخول در نار خلودی پیدا بکنه دقت میکنی اینا دیگه بحث معلومه اما ما یتقدم علیه من احوال یوم القیامه و ازائم قیامت فلا دلیل علا وقوع شفاعت فیها اما اینکه در مواقف قیامت قبل از قیامت در برزخ و احتضار هیچ دلیلی بر وقوع شفاعت در اونها وارد نشده لولم تدلل آیه بلکه خود این آیه علا انحصار شفاعه الخلاص من رهانه النار خود این آیه ما سلک کن فی سقر قالو نم من المسلین ولم نم ام نطعم این در حقیقت خود آیه دلالت دارد بر اینکه شفاعت در خلاص از رهان نار نه قبل درسته میگه خود این عالم بلکه دلالت داره. و علم انه یمکن ان یستفاد من هاذ الایه وقوع هاذ هاذ تساؤل این که اهل اصحاب یمین از در حقیقت مجرمین سوال میکنن این تساؤل بعد وقوع این تساؤل بعد استقرار اهل 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 الجنت فی الجنه و اهل النار فی النار این تساؤل اونجاست اگر این تساؤل اونجا باشه دقت میکنید نشون میده که شفاعت موتنش کجاست و تعلق و به جمع من المجرمین به اخراج هم من النار چون این اصحاب یمین مجرم بودن دیگه این اصحاب یمینی که نجات پیدا کردن اینا در کنار خود یادتون از رو دادیم دیگه اینا در کنار خودشون میدیدن بعد میبینن اصحاب یمین نجات پیدا کردن در جنتن اینها در کجا هستن در نارن با اینکه عمل مشترک داشتن اما این عمل مشترک اینها رو در یه جا قرار نداد چون اونها اعتقادشون صالح بود اصحاب یمین بودن شفاعت شامل حالشون شده بود حالا وارد در جنت شدن اینها وارد در نار شدن و کل لمکان قوله فی جنات که نشون میده اینها فی جنات سوال میکنن از اینها ادال اد عل الاستقرار و قوله ما سلککم فان السلوک هو الادخال لاکن لا کل ادخال بل ادخال علی سبیل النزد والجمع و النزم. ففيه دیگه اینا رو توضیح نمیدیم دوستان خودشون توجه دارن که دوتا رو میخواد ثبوت رو برسونه که این داخل در نار خلودی شده اون هم داخل در جنت خلودی شده اینها در نار خلودی حالا میبینن که دیگه فما تنفعهم فانما نفیل الحال ففهم ذلك فما تنفعهم شفاعت الشاف این برای اینها دیگه و اما نشئه البرزخ و ما يدل على حضور نبی صلی الله علیه و آله و سلم بالایم السلام اند الموت این در نزد هنگام احتضار و اند مسائلت القبر و اعانت هم ایا علی الشدائد کما سیعتی فی قوله تعالی و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن نبه این آیام از اون آیات عجیبه این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته درسته؟ خطاب به اهل کتاب میفرماید که اینها قبل موتشون به عیسی ایمان میارن دسته ای از روایات زیل آیه میفرم اینا به عیسی قبل موتشون ایمان میارن عیسی رو میبینن همون جوری که ما داریم که اهل اه در حقیقت اسلام امیر مؤمنان و اولادش رو میبینند دقت میکنید و بعضی ایمان میارن در اون لحظه و میفهمیدن دوران و عمرشون که نمیشناختند و دنبال حقیقت بودن و را که فهمیدودن عمل میکردن میدن گمشدهشون این بوده لذا ایمان میارن بعضی از بیان ها دلالت دارد که و این من اهل کتاب الا لا یؤمنن النبي قبل موت ایمان میارن به اهل به عیسی قبل از موتشون دلالت دارد بر اینکه که این آیا در زمان عیسی وقتی که در بین مردم بوده شامل میشه یا به اطلاق آیه که و این من اهل کتاب همه اهل کتاب رو حتی امروز الا لا یؤمنن النبي قبل موت شامل میشه بعضی از این استدلال کردن که عیسی علیه السلام به واسطه همین آیه نشون میده زنده است از این آیه استدلال کردن که این من اهل کتاب الا لا یؤمنن قبل موته دلیل بر اینکه عیسی زنده است یکی اینه که لا بهی این ایمان میارن عیسی رو میبینند و دیدن عیسی زنده بودن عیسی برای اونهاست و استشهاد کردن البته میگم این بحث مفصل مرحوم علامه کرده رجوع کنید بعضی خواستن بگن نه این هم بر زنده بودن نداره به قرینه آیات دیگه از جای دیگه استفاده میشه زنده بودن اگر بخواد استفاده بشه که رافع او کعلیه که در اون جایی که در حقیقت رفت کردیم تو رو به سوی خودم یا در بعضی آیات دلالت بر موت عیسی داره که اینی متوفیک درسته اینی در اولش داره متوفیک ها. درسته و رافی او که. یعنی ما تو رو توفی کردیم و رفع کردیم که متوفی که دلالت بر چی توفی داره حالا این بحث نزاع سر جای خودش میاد اون بس که آیا عیسی علیه السلام زنده است حیات دنیایی داره آیا حیات برزخی داره آیا در حقیقت مثل بقیه توفی شده کدام یکی از اینها هستش و این آیه و این بعضی نسبت به این آیه روایات داریم که و این من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موتهی به عیسی ایمان میارن که این عیسی خودش ایمان آورده به رسول ختمی در دوران رسالت ختمیه لذا ایمانی که اهل کتاب میارن ایمان چی میشه عیسی رو میبینن که عیسی خودش مؤمنه به چی هستش یعنی عیسی وساطت پیدا میکنه در تصحیح ایمان اینها که از مسیحیت به اسلام و نجات در حقیقت ملحق میشن در قبل موتشون اینم یه قولی که روایات بعضی دلالت داره یه قول دیگه هستش که و این من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته میگه اینا ایمان میارن در اون لحظه قبل موت اما این ایمان فایده براشون نداره تا با این اقوالی که خوندیم همه چی بود گفتیم همه ایمان اینها فایده داشت درسته ایمان می و سبب نجات میشد چه به عیسی چه به عیسایی که تابعه رسوله چه به ایسایی که زنده باشه همه اینها اما این قول این است که مثل ایمان فرعون میمونه در لحظه قرق که الان ایمان الان الان آمنت و قد چی؟ و قد اسیت من قبل درسته؟ ایمان الان تو فایده نداره آیا بعضی گفتن که این ایمان این من اهل کتاب الا لیؤمنن نبه این ایمان میارن اما این ایمان عمل صالح اونها نیست چون با رؤیت جزا محقق شده با رؤیتی محقق شده که خارج از نظام دنیاست این ایمان برای اونها اثری ندارد ایمان در لحظه احتزاری است که از دنیا جدا شده و وارد شده بعضی از مواقف برزخ رو دیده و این ایمان دیگه برای او عمل صالح ایمانش جزاییه نه ایمان در حقیقت عملی که پاداش داشته باشه ایمان جزائی یعنی میبینه جزای عملش رو که واقعیت این است واقعیت رو داره میبینه دقت میکنید واقعیت عالم حالا همین این اقوال زیل این آیه اومده از اون آیات پر سر و صدا و پر رمز و راز خیلی حرف میرسه و کد خیلی حرفا از توش در میاد حالا باشه دیگه این اقواشو بذارید سر بحث خودش ان من همه اینا رو گفتم قول اقوام داره ها. اما ذهن شما شکل بگیره که همین اقوال زیل این هست و همه اینا به بحث شفاعت مرتبط میشه همه اینها به بحث شفاعت اگر ما تو بحث شفاعتیم قول اقوا رو یه جور انتخاب میکنیم اگر تو بحث رسالت باشیم قول اقوا رو به گونه انتخاب میکنیم هر کدام بحثا قول اقوا در اون بحث مطابق اون بحثه نه اینکه به هر رنگی در بیای ما اما بستگی داره که از کدام نظر داریم میتونه قول اقوا همه اینها در همه نظرها در جاهای خودش باشد این آیه میتونه کد باشه برای همه مباحث در عینی که میتونه چندین مطلب رو هیچ کدوم از اینا غلط نیست این که ایمان در لحظه احتضار مقبول نباشد اون احتضاری رو اون مرتبی رو شامل میشه که باب عمل دیگه مح... چی شده بسته شده درسته اما اگر ایمان در لحظه احتضار مقبول باشد اون ایمانی است که به اون مرتبه نرسیده رؤیت در هر دو موتن امکان پذیره یعنی هم رؤیت در مرتبه ای که به اون حالت احتضار که نافی عمل باشد و اون احتضاری که نافی عمل نباشد لذا این آیه رو به هر دو جهت میشه بیان کرد هر کدام از اینا معنای خاص خود و همچنین ایسایی که چی باشه تابع نبی ختمی باشه در زمان رسالت نبی ختمی قرار گرفته باشه و حیات داشته باشه و عیسی که متوفی شده باشه این آیه میتونه کد باشه برای هر کدام و اصلی باشه هر کدام رو قبول کردیم با اون مبنا اون اصل میتونه در حقیقت چی باشه اصول دیگری و فروعاتی ازش منتشی بشه این حرف دقیقی عرض کردم خدمتتون حالا نمیدونم تونستم بر... که این منافی نیست این که آیه مقصود داشته باشه دقت میکنید اما این اصل کلی که ناظره به فرمایش مرحوم علامه میفرماید هر دلالتی که بشه به دلالت مطابقی التزامی تزمونی به آیه نسبت داد اگر بشه نسبت داد به این سه دلالات این جزو تفسیر آیه است و جزو مق... م... در حقیقت مقصود از آیه است هرچند اینها در طول هم دیگه باشن دقت کنید مقصود از آیه است به, دلال... به هر کدام از دلالت ها چون کسی این حرف زده کسی این فرمایش رو کرده که قافل از دلالات او نبوده چون قافل از دلالات او نیست اگر دلالت دارد دقت میکنید به دلالت مطابقی تزمونی التزامی دلالت سلاس اگر دلالت دارد چون کسی این حرف زده که قافل از دلالات نبود اگر میخواست این دلالت رو نداشته باشد میتوانست کلمه دیگری رو به کار ببرد که این دلالت ازش منتشی نشود چون غافل نبوده لذات شما تو شهادت هم قول کسی که خبره فن باشه یا کسی که خبره فن باشه یه چیزی رو نسبت به خودش داده باشه بعد بگه من سهون اینو نسبت دادم ازش مسموع نیست اگر از یک نفر عادی مسموع هست اما از یک نفری که تو این مسئله خبره باشه مسموع نیست اگر یادتون باشه وقتی کسی اقرار میکنه اگر اهل خبره و فن باشه آیا میتونه بعد بگه من حواسم نبود منظورم این نبود این کلمه مقصودم این نبود یه وکیل بیاد این حرف رو بزنه که به دلالات الفاظ در حقیقت واقفه میگن از تو،, از تو, در حقیقت این شنیده نمیشه مسموع نیست اما یه نفر آمی ممکنه بگه و ازش مسموع باشه تو شهادات باب شهادات و باب اقرار اینها چی شده از جهت فقهی بحث شده دیگه میگن او در حقیقت میتونه بگه که این حرفمو به لوازم مثلا و التزامیش من توجه نداشتم میگن از این میاد که توجه نداشته باشه اما از اون نمیاد خدای تعالا به تمام لوازم اطلاع داره لذا اگر این حضور هست هر دلالت التزامی و تضمنی و مطابقی که از آیات بر بیاد چی هستش قابل استناد به قرآن میتونیم بگیم قرآن این رو گفته و استناد دادنش به قرآن تفسیر به رأی نیست دلالات ها دقت میکنید دلالات سلاس دلالات چی هستن لفظیه هستن دلالات سلاس هر سهشون سه دلالت چی هستن لفظیه دیگه درسته لذا میفرماید که و اما نشعت البرزخ فلیس من الشفاعه این و این من اهل الكتاب الا لا يؤمن فلیس من الشفاعه عند الله فی شيء و انما هو همه این مقدمات که بحث کرد این نتیجه تمام این حضورها و تمام این در حقیقت اثرگذاری ها در احتظار در برزخ در مسائله در مواقف قیامت قبل از اون موقف حسابی که شفاعت منزم میشه تمام اینها از باب حکومت و تصرفات حضرات و انبیاس من سبیل تصرفات و حکومت الموهوبت لهم به ازن الله سبحانه پس اگر یه موقعی به ما این رو میفرمایند که شفاعت در برزخ نیست حواستون رو جمع کنید یا تو نصر باید داره در این باب یا نه نه به این معنا که حضرات در اونجا تأثیر ندارند تأثیر شفاعتی ندارند نه تأثیر ندارن و حکومت ندارن حکومت و تأثیر گذاری حضرات در مواقف غیر از موقف حساب قبل از موقف حساب به گونه ایست اون تصرفات که اینا حکومت دارن حالا این بابش ایشالله یه بابی یه وقتی ایشالله مفصل باید این بحثش بشه از اون بحثای خیلی جالبه که تو ذهنها بد شکل گرفته یعنی به این صورت شکل گرفته که اگر در حقیقت قبل از حساب هزارات شفاعت گفتن نداریم ما فکر میکنیم در اون مواقف رهاییم به حال خودمون خودمونیم و خودمون دقت میکنید اینجوری نیست که ما در اونجا رها باشیم با و الا این که میگه در لحظه احتضار در لحظه مسائله در مواقف برزخ در مواقف قیامت همه سرات نمیدونم یادتون هست یا نه به عنوان موقف شهدا همه اینها اینها حاضرن پس چه معنا پیدا میکنه با اونجایی که میگه ما شفاعت نداریم این شفاعتی رو که اینجور معنا کردیم الان و بیان شد این شفاعت در اونجا نیست اما اینکه تاثیر دارن اینها به نحو حکومت به نحو تصرفات حضرات که براشون اونم تعریف داره اونم دلیل داره برای خودش اون سر جای خودش محفوظه اما اون شفاعت نیست لذا میفرماید که فلیس من الشفاء عند الله فی شیء و انما هو من سبیل التصرفات و الحكومه الموهوبه لهم باذن الله سبحانه قال تعالی و علی الاعراف رجال يعرفون كلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم این اصحاب اعراف رجالی که بر اعراف هستن اقوالی ذکر شده در موردشون که اینها کیا هستند آیا کسانی هستند که هنوز تکلیفشون معلوم نشده منتظرن نگاه به اهل جنت میکنن نگاه به اهل نار میکنن اینجوری بعضی از در حقیقت ادله به این دلالت میکنه اما قوی نیست یا اینکه اهل عراف چون بعضی ها میگن اهل اعراف دو دستن یه دسته اقویا هستن که اشرف از همه هستن لذا اشراف دارن بر همه اهل جنت و نار بعضی میگن اهل اعراف کسانی هستند که معطلند نمیدونند بهشتیان یا جهنمیان منتظرند تا ببینن بهشتی میشن یا جهنمی میشن اما قولی که مرحوم علامه قبول میکنه و قول در حقیقت به صلاح قوی رو که ایشون قبول میکنه و براش استدلال میاره میفرماید اهل اعراف دو دسته نیستند یک دسته بیشتر نیستن و اونها هم اشراف دارن فوق در حقیقت جنت و نارن قاسم جنت و نارند اینجور نیستش که اینها زعفا داخل در اهل اعراف باشن با اون یا اهل اعراف کلا دو دسته باش نه اینجوری نیست ایشون میفرماد اهل اعراف کسانی هستن اشراف دارن اینجا بیان نمیکنه این رو زیل خود آیات سوره اعراف بیان میکنه اما در اینجا اشاره میکنه میفرماید که و علل اعراف رجالون یعرفون کلا به سیماهم و نادو اصحاب الجنه اینها ندا میکنن اهل اعراف اصحاب جنت را نادو اینها اصحاب الجنه اصحاب جنت را که ان سلام علیکم اینها سلام به اونها میدن پس معلوم میشه که اشراف بر اهل جنت دارن که سلام و سلامتی و اسم سلام حضرت حق رو اینها به اهل جنت میدن خیلی تعبیر بلندیه ان سلام علیکم سلام در اونجا به معنای سلام علیکم های تعارفی اعتباری اینجا نیست که سلام علیکم چطوری خوبی یه آدم دشمنش بگه سلام علیکم اینجوری نیست اونجا سلام علیکم اعطاء دقت میکنید اعطاء ان سلام علیکم لم بنابر اینکه که این اهل اعراف رو ما دو دسته بگیریم بگیم که اینها زعفا هستن یا نه اقویا هستن این لم خلوها فائلش چی میشه؟ متفاوت میشه بعضی ها میگن لم خلوها <كتنصف> <كتنسف> یعنی اصحاب اعراف لم الجنه و, هم يت <تصف> و هم در حالی که اینها طمع به چی دارن ورود به بهشت دارن در حالی که مرحوم علامه فهم سیاق آیه دلالت دارد که اینها اصحاب جنت هستند که لم یدخلوها اینها اصحاب جنتند اینها اصحاب هستند. اما هنوز لم یدخلوا حکم شده برای جنت برای اینها حسابرسیشون تمام شده دقت میکنید اما هنوز ورود به جنت پیدا نکردن قبل از ورود باید از کانال اصحاب اعراف عبور بکنند که سلام علیکم لم یدخلوها داخل در جنت نشدن و هم یتمعون اما خودشون احساس میکنن دیگه در حقیقت چی شدن بهشتیان یتمعون جنت را اینها طمع به بهشت براشون ایجاد شده بعد از حسابه الا انقال و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم به سیماهم باز اصحاب اعراف رجالی رو که یعرفونهم به سیماهم اینها ندا میکنن قالو ما اغنا انکم جمع اکم حالا اینها کسانی هستند که اون طرفی هن. ما اغنا انکم جمع اکم و ما کنتم تستکبرون اونی که جمع کردید شما اون ها چیزهایی رو که برای خودتون پشتوانه و در برای اتکای شما بود ما اغنا انکم اونها هیچ به کار شما نیامد و ما کنتم تستکبرون و این جمع کردناتون از انبال و اولاد و عشیره و نمیدونم قوم و ریاست و حکومت و جند و نمیدونم چی و فلان اینها سبب استکبار شما شده بود اون در حقیقت جمع چیزی که جمع کردید و آنچه که ما کنتم تستکبرون هیچ برای شما امروز ما اغنا سبب نجات و بینیازی شما نمی شود اها اولا الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخل الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون میگه همین های نیستن که شما فکر میکردید که حتما رحمت خدا شامل حال اونا نمیشه یعنی اون اصحاب جنت رو میگه حالا ببینید اونها رو لا خوف ادخل الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون بعد دنبال و آیات رو حالا صدر و زیلش هم ببینید و من هازل قبیل من وجهن قول و تعالی یوم ند او کل او به امام هم که یوم ند او کل او به امام هم هم از باب شفاعت نیست این هم بحث شفاعت نیست یوم ند او کل اوناسن به امامهم از باب همون حکومت از باب همون حکومت موهوبه است دقیقا که این حکومت موهوبه در قیامت حکومت اعتباری نیستشا که یه قوتی رو خدا به اونا داده میگه حالا بیایید انجام بدیدا این حکومت موهوبه منشأش دنیاست حالا این بحثش بیانش ان مفصل در جای خودش میاد یوم او کل اوناس به امام فمن اوتی کتابه به یمینه فوساتت الامام فی الدعوه که اینها رو به سمت در حقیقت بهش یا جهنم میخواند امام هر کدام هر دسته ای و همچنین ایتا کتاب که اینها کتاب به یمین کتاب به شمال یا از طریق وساطت امام در ایتاء کتاب چون کتاب رو به دست امام داره در بعضی از روایات و آیات ازش استفاده میشه که کتاب اعمال اینا رو دست امام میدن یا از وساطت امام به اونها داده میشه و ایتاء کتاب من قبیل الحکومت الموهوبه است نه از باب شفاعه فتحصل ان المتحصل من امر این نکته دقیق خلاصه فتحصل ان المتحصل من امر شفاعه وقوعها فی آخر موقف من مواقف یوم القیامه به استیحاب المغفره بالمنع عن دخول النار او اخراج بعض من کان داخلا فیها به الرحمه او ظهور الكرامه پس شفاعت منحصر شد در بعد از موقف حساب یا قبل از دخول نار بعد از اینکه حکم نار شد برای این یا بعد از دخول نار بعد از اینکه داخل شد و مرتبه از عذاب رو چشیده خارج میشه که حالا اونم روایات داره پس شفاعت از موهوبات الهی است هدیه الهی است در این موتن و السلام علیکم و رحمت الله و برکات اللهم صل علی محمد و محمد. من یه موقع حواسم پرت میشه بلند حرف میزنم صداش دوستان رو آزرده میکنه حواسم پرت میشه عذرخواهی کرده باشیم این حق و ناس به گردن خلاصه شما بر علیه ما نمونه که روز قیامت بگید ما اومدیم ولی صدای او ما رو آزرد ما از حالا طلب بخشش از شما میکنیم توبه قبل از قیامته